گوهر جون، کاش که میذاشی خودمون گردن بگیریم، خیلی بد شد اینجوری. نه عزیزم، این زنگنه مثل افعی هفسر، باز یه ایرادی پیدا میکن نیششو به من بزنه. حالا من چیکار کنم؟ پس خب گوه اخراجم کنن، کجا برم؟ زیر گل عزیزم، نمیدی چه درد سر برای ما درست کردی؟ تازه میپرسه کجا برم. دختر خوب، آخه قحط پسر بود تو روی این فرزاد کلاش زدی. کلاش گوهر؟ قربونت برم اون کراشه، بگو کراش. حالا هر کوفتی که هست، حد اکثرش از خاکبار بیرون میکنن، میریم تو این چیزا بهش میگن کجا؟ پانسیمون. ای من پیش مرگت بشم، اون پانسیون، قربونت برم. خب تو هم تو دفتر معتمدی لالمونی گرفته بودی، اینجا واسه من در و گوهر میریزه، شده لاک غلطگیر. پس نه، پانسیون خیلی گرونه، بابا منو میکشه. نه بابا تو رو نمیکشه، من خودم یه مقدار پس انداز دارم، همین دورو برای خونه رهن میکنیم، بی سرخر راحت میشینیم، زندگیمونو میکنیم. بی کبرا زنگنه، بی کبرا زنگنه. اینو مردو یه سقط نامه بخوایی تایپ کنی یا زود شد. چشم چشم، اگه شما این دارکوب زبله هی نری بیای حواس منو پرت نکنی، من تمومش میکنم. چشم دارکوب زبله ها، اگه گذاشتم امشب مسابقه داربی رو ببینی. وای نه نه نه، چشم نو کردی تب تب، باشه کبرا جون، باشه نه سی سنی دیگه تمومه. اگر گوهر احمدی رو از دانشگاه بیرون کردم، تمام دانشگاه رو معتمدی از این شیرین ناپلونیا میدم، از اینا که پودر میشه میریزه. کبرا جان، عزیز من، کبرا جان، من که نامش رو زدم، ولی تو این کار رو نکن، این دانشجو ها دست ما امانتن، امانت. اینا پدر مادرشون با هزار امید و آرزو اینا رو فرستادن دانشگاه که اینجا مدرک بگیرن، بیان برن سر کار، که به امید و آرزوهاشون برسن. خدای نکردن که اتفاقی برای اینا بیرون از دانشگاه بخواد بیفته، بیفته، اون وقت ما چه جوابی داریم بدیم؟ اون وقت ما مدین نمیشیم آیا؟ اون وقت اون دلت نمیسوزه برای اینا؟ میسوزه یا نمیسوزه؟ من که نمیگم تو باشون خیلی مهربون باش کبرا جون، دارم میگم فقط اینقدر باشون مهربون باش، همین اینقدر، اینقدر. آره آقای معتمدی، این دانشجو میخواد با این سر و وضع بره سر کلاس. چیزی زدی؟ زدی؟ چته؟ چتی؟ کسی که نمیتونه از پس ردخ و فتخ مادرش بر بیاد، از پس اتحادیه میتونه بر بیاد. کسی که گذاشته مادر بیوش، مادر پیرش توی این شهر درندش تنها زندگی کنه، اونم بیوه کی؟ بیوه آقا ابراهیم، بزرگ هممون. شما نگاه عصبانی مرحوم رو نگاه بکنید، به کی داره نگاه میکنه؟ به دیوار. آفرین. به من داره نگاه میکنه. با نگاهش داره 10 تا فوش کوچیک و درشت به کی میده؟ آفرین. اینم دومادش، از اول جلسه فقط داره موز میخوره. بنده دیگه عرضی ندارم، هیچ اسم خاصی هم مد نظرم نبود. با عزتون. بسیار خوب، کاندید بعدی آقای خلیل رحمانی، بفرمایید. خواهش به افتخارشون. جامعه هاییم دربارون هم رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه ریش سفیدا جسارت کردیم. ایوب خان ببخشید، راستش من قصدی نداشتم که اینجا بیام سخنرانی کنم، اما چون بحث خانوادگی پیش اومد دیگه مجبور شدم بیام اینجا جواب یه سری آدم معلوم الحال رو بدم. عرض کنم خدمتتون که ننه بنده اگر رفته تهران برای تحصیل نرفته، رفته همراه نوش دکتر بهرام، نوه بزرگ خواجه ابراهیم، افتخار شهر که همراهش باشه، که این بچه میخواد اونجا درس بخونه تنها نباشه. این اصلا چیز عجیبی نیست.
خواهش میکنم تو رو به اون خدا نذارید. یه سری آدم معلوم الحال که من نمیخوام اسم بیارم، یه چیز کامبیستی دوستیه دیگه. اجازه بدید با شایعه های بی اساس بخوان تو ذهن شما مسمومیت ایجاد کنن، مسموم کنن ذهن شما رو. و چیز مهمتر اینکه کاندیدی ما تو این جمع داریم دوستان، تو یک سال گذشته دوبار سر مواد مخدر، الکل، کثافتکاری ریختن، گاراژشو بستن. شما من که نمیخوام اسمش هم بگید، کامبیستی دوستی رو نگید دیگه. حالا شما میخواین این اتحادیه رو با این همه آدم شریف، آدمی مثل ایوب خان، آدم بزرگوار، بدین دست یه آدم بی شرف بالاتی خود دانید. ما یه زمانی اجازه بدید، شما اجازه بدید، اولا من راجع به شما صحبت نمی کنم، اجازه بدید من نشستم صحبتهای شما رو گوش کنم. شما الان وظیفه داری که بشینی صحبتهای من رو گوش بدید. صبر کن آقا جان، ما یه زمانی تاوان کارهای خودمون رو پس دادیم. شما چی؟ به بچت میگی ننهشون رو چیز خور کنه بعد میفرستنش خالصا. آخه تو به ننه من چی کار نمیشون؟ ننه 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 عرض به حضور شما که خانواده قصد دارن در نزدیکی دانشگاه فرهیختگان خانی را انتخاب بکنن و درش سکنا بگزینن. بله. حیات دار، رهن کامل باشه و دو خوابه و در بست. جان من میگم سه خواب باشه. خب چون از شهرستان ما مهمون داریم دیگه، بعدش هم شوتینگ صبحانه برای من خیلی مهمه. بله بله چشم. قربان اون دقت نظر شما من برم. قربان عرض بکنم خدمت شما که سه خواب باشه لطفاً، و همینطور حیات دار باشه، رهن کامل، درباز. ببینم حتما حیات دار میخوام. حیات برای من خط قرمزه و شوتینگ زباله. چقدر پول پیش داریم؟ عرض به حضور شما که 1 میلیارد ریال زک و چه رایج مملکت معادل 100 میلیون تومان. 100 تومان؟ پول پیشتون خیلی کمه، تازه حیات دارم میخوام. بله دیگه ما یه تغییر برنامه اجازه بفرمایید داشته باشیم. میگم که بیا حیات و فاکتور بگیریم. ما یه تغییر برنامه میدیم، دو خواب. یه خواب برای آفرین جان من اتاق، یه خواب برای من شما. مهمانم کپشونو بزنم توی حل دیگه، قربانتون برم. شوتینگ برای من مهم آخه. آقا اشغاله رو چشمم کورد دندم در شبانه خودم شوت میکنم بره. باشه آقا، حالا با این وجود دو خوابه داری یا نداری؟ با 100 تومن دو خوابه هم گیرتون نمیاد. اون چی میگه آخه؟ ما بازم تغییر برنامه دیدیم. بله میشه قربانتون برم، یه خواب برای آفرین جان. آفرین جان من اتاق، من شما توی حال، مهمانم خواب برای تو مهمانخانه دیگه، هتل دیگه. باشه حالا با این شرایط یه خواب بدون حیات بدون شوتینگ داری یا نداری؟ یه واحد یه خواب دارم برای 200 رهن کامل تمیز. قیمتو خیلی رفته بالا، تازه این واحد زیر قیمته، جای دیگه بری بپرسی همین هم گیرت نمیاد. اما این واحد شوتینگ هم داره. علی میگم که فروخی جان، آفرین جان دیره شده، آفرین جان رو برسانیم دانشگاه بعد بیایم خدمت برادرمون برسیم. آفرین جان آفشن دیگه ای نمیخوای؟ بذار اون نظر بچه من چیه؟ نظر تو چیه بلا میستر؟ چیه؟ برمان برم من بچه چه بیتر بیاد ما چکا باید پختم. آقا با اجازه ببخشیده. آقا ما بار میگردیم، مرحبت شما زیاد، با اجازه. او خانش دعوا درست کردی یا بگی من نبودم؟ من جمعه آدم دعوا رو آقا من سر میکشیدم برای رای گیرم. اون حالی حالا ببین آقای روزار، خواهش میکنم رای رو بدیم بریم به تموم که دیگه. ببین با چه اختلاف رای من کام سیروسی میزنم زمین. این فرد آماده کشو دارید من بنویسم؟ نمیبینی کجر برو راست خدا سامیده چیه؟ باز روشن نمیشه که احمد جونی. آقای محمد آقای چه ماشینی تو گرفت؟ آقا من نگفتم اونو نگیر. چی بگم آخه؟ من الان به یار محمد چی بگم با این گاری که دست ما داد؟
اون پیش مورایی که داده بود احتمالا واقعی بود. چیه فوتوت میکنی تو؟ چیه فوتوت میکنی؟ چیه نفست گرفته؟ پیش نشان دادم که باینگه. 100 میلیون ما از کجا بیاریم؟ 100 میلیون ها؟ ما دیگه رای نداریم که بالا میستر مجبوریم که فاروق جان زمین کشاورزی را بفروشیم 100 میلیون جور بکنیم. چی بخوریم آخه احمد جونی چی بخوریم؟ بالا میستر مزی که تو فراموش کنی این زور بازو این عقل شو بلکر توی این شهر خیلیدار داره دیگه قربان تو بلا الهی من برای اون زور بازوی تو بمیرم آخه تو شیر مرد منی تو بشم آخه تو چقدر با وجودی آخه بالا میستر نه گفتم شده میخوام اسنپ بگیرم باز چی میگی تو من گفتم میذارم اجی بری پایین تو راست میگی کجا بری میگم من تو رو ول میکنیم کاپوتو بزن بالا ببینم چی شده کمکت کنم آقا من فدای شما بشم قربانتو برم فرشته نجات یزم من کمک بکنم یزم بمون تو ماشین فقط هر وقت گفتم استارت اتحاد در خدمتم ببین بعد بگو اینجا جای بدیه چی خیلی اینا مهربانن با شرفن تو چه اینجوری قیافه گرفتی مهمان نواز تو کابیسی تو اجازه بده من تمام این تلاشمون همه کوششمون همه کاری که داریم میکنیم برای این چی حالا چی بابات بابات بازی برای چی میبرید بازی رو برد اینم که کامبیز سیروسی حسیتون به بار رفت من دیگه نگاه نمیدارم خودم که به خودم رای دادم تو هم که دادی این دوتا تو دوتا کنی کامبیز سیروسی من که بیم به خدا به کامبیز سیروسی رای ندادم من تو رو نمیشناسم تو برادر منی چی داری میگی فدات شم واسه ببینم یعنی چی به کامبیز سیروسی رای ندادی به منم رای ندادی من دیگه این وقت همون شد دیگه برگارو دادیم دیگه امتحان بوده ننوشت خود کارم بیرمه چی به من رای ندادی یعنی من اون دشکاره هم ندارم همه چیم بهت میدام سرکار ایشونه احمد یاوری آبا شرار جون بگیردش خواهش میکنم آقا خواهش میکنم آقا یاوری میکنید ما اینجا انتخابات داریم آقای یاوری بازرس امین ماست عزیز ماست ایشون عزیز امین شما بگیر در روه 6 ماه عقدم کرده مهریمو نمیده اومدم حقمو بگیرم آقای یاوری رفتی نبیرتو گرفتی مرد اسم خجالت بکش چه بعضی کیو بازرس کردیم ما اینجا چرا آخه قربون آقای یاوری شما باید با بیه چلن تری شرار جو الهی قربونو شکل ماهید برم گردو بله تو کاسه سر من یکم به من فرصت بده بد بدم نده ها رو برای من در نیار سرکار دستمال بزن حالا که اینجور شده من اصلا باج به شغال نمیدم عزیز میگیرم عوضتون به رعیوشی آی قلبم برسون به رعیان هرده حسابی آقای یاوری داره تو بدبختی میفته تو به فکر رعیان خلیل چیکار کنم؟ بخورم سیرم سیر مرگیری تمومه به 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 ایشالله خواستگاریت واسه آقا مجید جایی میاری ایشالله ایشالله بفرمایید چه تباس تو؟ پرزادم همش میگفت میام شهرستان خواستگاری آخرش ده نصف شب وسط کوه و بیابون ولم کرد رفت چند تا سگ گرسنه هم افتاده بودن دنبالم به خدا از ترس نصف جون شدم گوهر جون نگاه عزیزم آخرابت اعتماد به یکی مثل فرزادا همیست خب حالا تو هم ولش کن عزیزم من بیخیال تجربه شد واسه موقعیت های بعدیت پاشید بریم به حساب این آدم بیشعور برسیم پاشید گوهر جون من بیخیال شد شر درست نکن بشین چایمونو بخور گفتم پاشید ببخشید من مزاحمتون میشم اما این فرزاد حاتمی میتونی یه دقیقه بیاد بیرون من کارش دارم والدین دیگه راحت تو دانشگاه تردد دارن دیگه حاتمی بلند شو ببین مادر بزرگ چی کارت داره استاد ایشون مادر بزرگ آقای رحمانی هست چی؟ رحمانی؟ مادر بزرگ تو با حاتمی چی کار داره؟ استاد والا خودم هم نمیدونم حقیقت چرا اینجوری میکنی؟ خجالت نمیکشی؟
گوهرجون این همون دختر است که به معتمدی مهمونی لو داده بود. زحمت کشیدی، خودش گفته میخواسته جواب نامردی تو رو بده. بله. اگه اون شب حیوانای وحشی منو خورده بودن چی؟ تو نگران نباش بابا، اونا هلهوله نمیخورن. هلهوله توی اون پدر بزرگ هفتیرکشه. پدر بزرگ من اولا تفنگش هفتیر نداره، بعدم اصلا به شماها چه؟ بریم ببینم. به ما چه؟ بیتر بیاد بزغاله. با بزرگتر درست صحبت کن. به من میگی بزغال؟ میگم بیان گاری بیارن جمعتون رو. گاری بیارن منو جان کنن؟ آره؟ مادر نزدی کسی منو بزنه. دست رو نفعی من بلند میکنی. تو مادر رو بیارن بگو منو نزدی. من موفق شدم ساقی هافکینگ رو راضی کنم امروز 100 تا قرص برامون بفرسته. آفرین عالیه. 10 میلیون تومان هم اتریوم براش فرستادم. 10 میلیون؟ بابا چه خبره؟ چه حساب کرد؟ چونه میزنی؟ چی میگی؟ آفرین ادامه لازم. همکارامون با هماهنگی آقای دلاوری و رئیس دانشگاه دارن دوربینا رو تو دانشکده ها نصب میکنن. خوب خوبه، دیگه چیکار کردی؟ دیگه اینکه 20 تا از همکارای عملیاتیمون با لباس باغبونی تو سطح دانشگاه پراکنده شدن. قراره هر فعالیت مشکوکی رو بهمون گزارش بدن. 20 تا؟ البته بعدم نیست. این کیفر هم میشه توضیح بدی؟ بله. لپتاپ با برنامه نظارت بر دوربین ها با یه هنسفری ارتباطی برای شما. چک کنید. فقط 14 اینچ نداشتن، 17 اینچ کم سنگینه. بله. نه البته میدونین سختی کار بخشی از شغل ماست. ممنون. فقط کی وقت کردی همه کار رو انجام بدین شما؟ موقعی که شما با خودکارهای چند رنگتون داشتین تکالیفتون رو انجام میدادین، اون موقع. حالا بگذاریم، اتاق 107 دانشکدتون امروز خالیه، برین اونجا و برنامه نظارت بر دوربینا رو همین الان شروع کنید. این اتاق رو هم چک کردی؟ همه چی. بابا من به تو افتخار میکنم، واقعا بهتون افتخار میکنم. متشکرم. حتما به آقای دلاوری میگم که تشویقتون کنه، حتما. اون دختر خانومه هم اتاقی تو نیستن داره گریه میکنه؟ چرا؟ میخوای برم ازش بپرسم چرا داره گریه میکنه؟ آره خب گناه داره. واقعا که چرا تو رو با من فرستادن ماموریت؟ من نمیدونم. برو به کارت برس. نمیفهمی؟ میگه صندلی بذار بشینه، پاش بیخچه داره. خارپاشنه داره. صندلی بذار. چهل و هفت دقیقه، فقط 47 دقیقه از آخرین حضور شما تو این اتاق داره میگذره. به والله شرورترین دانشجویی که من داشتم در طول تمام خدمتم همچین رکوردی نداشته که شما زدی. شده دیگه مادر، کار دنیا که معلوم نمی کن. شده دیگه. ببخشید. برای چی دم کلاس زبان تخصصی هم نگره چک خور کردیم؟ والا شنیده بودم که ایشون بهداشت رو رعایت نمی کنه، گر گر میره توالت اما دستاشو نمی شوره. شما زدینش تا بشوره؟ آره؟ دوتا. مادر بهونه از این چرت و پرتر نداشتی که تحویل من بدی؟ نه والا. می خندی؟ ببخش خیلی عذرخواهی می کنم آقا. تو چرا گرفتی اینو زدیش؟ خب به خاطر اینکه آقا منو به مادر بزرگش لو داده بود که دستامو نمی شورم. تکتون باید تعهد بدین، شما هم باید تعهد بدین مادر جان. چشم الان میدم. بده اصلا خودم حفظم، نمیخواد تو چیز میگه. کاغذ بده، چه رنگی بریزم؟ مشکی ترجیحاً. مشکی بسته بردار. بنویس مادر بنویس. تک تکتون باید بیاین تعهد بدین. چیکار داری میکنیم؟ تک تکشون باید تعهد. تعهد میدم، من خودم جای همه امضا میکنم. اینا امضای خوشگل صورتی. آه؟ دست درد نکنم. خدافز.
فقط به خاطر این، فقط به خاطر این یه بار دیگه واسه دخترای مردم مزاحمت ایجاد کنی با همون تفنگ با بزرگت، حسابتو میرسم میدم کنار سربازای شوروی خاکت کنن، از وجود نحست راحت بشی. خودت میدی چی میزنی؟ بریم عزیزم، من یه قراری دارم، زود بیا. هر کیو میزنه یه دونه منو میزنه. ببین خوشت بیاد خوشت نیاد، من نمیذارم ننه بزرگت اینجا دووم بیاره. صدا تو بیار پایین بیبریم دادوش، خوشم میاد، نوکرت هم هستم، تو هر پلنی بریزی من کنارت. فقط فرزان جا یه عرضی داشتم خدمت، اینو زدم به خاطر اینکه دو تا به هم زدی، یکیشو پست دادم یکیشو میبخشم، اشکالی نداره. این ضربه هم که با کیف اینجا وارد کردی و ازش چشم پوشی میکنم، بی حساب شدی. بفرمایید دانشجویان عزیز، توجه فرمایید، صدایی که میشنوید اعلام وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که تا پایان فعالیت تیم مهندسی تخصصی بهسازی دانشگاه، تیم تخصصی بهسازی ما رو میگه ولش کن بابا دیگه، واسه بزنیم کسی از اتاق خود خارج نمی شود. وای برادر من چه کار میکنی؟ یک ساعت سر یه پیچ در پیچی به پیچ اون وامونده رو دیگه اسیر کردی ما رو. تمومه محکم شد. سنبل نکنی یه وقتی. با اجازه. به سلامت، خیلی پیش در رو ببن. خواهران صدای منو دارید؟ خواهران عزیز، دانشجویان گرامی، وضعیتی که اعلام میکنم وضعیت سفید است. معنی و مفهوم آنید است که میکنم بیاین بیرون، همون میخواییم برین دستشویی، بخواییم برین برین، فقط میدین دستشویی خیر سرتون این شیر آبو ببن. بیت المال خواهر من، بیت المال، ببن اون شیر بیست آبو. زنگ نه یادت باشه، گوهر باید بازم باشه. زنگ نه یادت باشه، گوهر باید بازم. دانشجویان توجه فرمایید، صدایی که همکنون میشنوید اعلام وضعیت مجدد قرمز است و معنی و مفهوم اون اینه که این جاگولک بازی ها رو بذارید کنار، برگردید برید تو اتاقتون، وگرنه به امور دانشجویی گزارشتون رو میدم تا بابت اختلال تنبیهتون بکنم. وای از اداره دارایی هم پیشنهاد کار داشتم با حقوق مکفی، حقوق مکفی نرفتم اومدم اینجا. بیا اینو بخور، ننی یه وقت شوهرت با چوب بیفته دنبال من. آی چه حقوقی، خوب. چه حقوق چیه؟ اول بخور ازش. ذلیل نمیری الهی، فکر کردی مسمومش کردم؟ اصلا بهت نمیدمش. آره خودم میخورم. سلام ای جونم، برو برو جانم، دختر من کجاست تو اتاقه؟ من یه خبر خوش دارم داره. کی وای برو برو خبرم ای جانا، کی اومدی؟ چه لبه خوستی هیچی، یه تیر غیب بود زد رفت. یه بریم تو اتاق ببین، دیدی مسموم نبود؟ خجالت بکش. ببین کیو برات آوردم دختر. مامان جان چمه دونه تو چرا بستی؟ منو نگاه بکن ببینم چه داری گریه میکنی تو؟ میخوام انصراف بدم. انصراف چی انصراف؟ انصراف یه جور میبست. باز چیکار کردیم با این بچه؟ ما هیچ کاری نکردیم. میخوان دار و ندارمونو بفروشن بیان تهران یه جور راه بکنه که پیش من باشه. سال دیگه قیمت رند دو برابر شد، میخوای چیکار بکنی؟ از کجا میاریم بخوری؟ لای من تره بمیرم. بابای تو با یه آشنای صحبت کرده برای بهتون میکانیکی اون کار بکنه دیگه. آخه گوهر جان احمد جونی من تو سنت میکانیک واقعا حرفه و کاربلده، قربانت باشم. خدا رو شکر دیگه نمیخوام درس بخونم، خسته شدم بس که نگرانم بودی. اصلا میام بس میشینم خانه. مون جان ما
مادر تو هم خب نگرانت هم، تو عزیز منی، جان منی. عزیزم ببین این همه دختر تو این خوابگاست، از لای کاهو که عمل نیمدن، همه پدر مادر دارن. من حساس. ای وای ای وای آفری ای وای خاک به سرم چی شد بابا جی؟ ای وای چی شد؟ تو برو آب بیا، برو آب بیا، آخ چی شدم؟ برو دیگه، برو آب بیا. عزیزم دخترم چی شد؟ اینه دیگه چی کارش کردی؟ خدا من اش کاری نکردم. بچه ها همه تو موقعیت هم؟ بله بله، فقط نظارت بیرونه که انجام میده خانم؟ سپردم به آقای خادمی. بله قرار شده خیلی دقیق کنترل روی دوربینا رو شروع کنه. سلام، شما اینجایی؟ سلام، خوب هستی شما؟ من یه تعداد این ویرگولای جزوه تشریح نظریم یادم رفته بود، داشتم اینا رو میذاشتم. به سلامتی. سلام. کلاس اصول و مهارت ها شروع شده نمیاد؟ آخر خب من این ویرگولا مونده دیگه، باید بذارم، هنو نذاشتم. به خاطر چند تا ویرگول نمیه این سر کلاس؟ نه نه آخه چیزم مونده، این دو نقطه ها من مونده، اینا رو با سبز میذارم. نقطه ها رو سبز بعد شما بریم من میام. امروز تقسیم بندی گروه های دو نفر است واسه پروژه کلاسی، چون شما اهل درس خوندن هستی گفتم با هم توی گروه باشیم. دیگه میگید که هیچی دیگه. تقسیم بندی یعنی من با شما با هم توی گروه دو نفره. خب بریم این ویرگولا رو بعدا میذارم، حالا اصلا این ویرگولا اونقدر مهم نیست، این پروژه گروهی من و شما خیلی مهم. بریم بفرم من. پس رفتنی هست؟ ها دیگه مام بابام که از هم جدا شدن دیگه، خودشون صحبتاشون کرده بودن بعدش به ما گفتن قرار شده. حالا بچه جون سلام. سلام همه جون، ارادت داده قرار شده که داداشون بمونه پیش مامان و منم خب قراره آقا بچه مخلصم. همه جون دارت بگرم پایم عجید جون. آقا سلام سلام ایجواری، چه سلام علیک میکنه؟ دیده که سلام نکنه من ببینم این ننه مرده چی میگه دیگه. نه خودم رو با عزت به مادر بده، یعنی کلی گفتم زبون تم گاهت بگی. حالا بگم بفهم دیگه، بابام داره گاهداریش میفروشه که دیگه بریم انگلیس، اونجا با اموها میخوان شریک شن. حالا اموهاتون اونجا چی کارن؟ اونا هم گاهداری دار. آه پس اونس به گاه خونه باید دیگه. ای کاش منم گاه بودم، بابات منم دوست دار. چهت بدنگ من چه؟ کیه؟ دیه الو گوهر جون، جونو ببین مامان آفری حالش بد شد، آوردیمش بیمارستان دانشگاه. ای وای کیفش جا مونده تو اتاق، مدارکش تو کیفه. بودو بردار بیار، بودو بردار بیار. باشو باشو اومدم. مجید یا فقط یه چیزی میخوای اگه اذیتی من دیگه نیام دفترشه؟ نه بابا اذیتی چی، راحت باش بیا. چه اذیتی، راحت باش. برو دیگه برو راحت. خدا کنه همه جونی، همه جونی، من به خاطر تو جلوی همه وای میستم. همه جونی برو بانمون شوخی های باکیه بیاد بانمون. میگم تو خوب شو، تو هر کاری بگی من میکنم. عزیزا تو همش تقصیر توه، همش بگی دیگه، همش تقصیر توه، همش من اینجوری افتادم اینجا تقصیر توه. حواظ شو پرم به تو میگم. آقای دکتر خیلی خوشحالم بود تاجی بیام. سلام علیکم. آقای دکتر بفرمایید بفرمایید. دستم به دامن آقای دکتر. بریز ما خوب میشه. سلام علیکم. سلام علیکم. بیمار خانمی هستن که امروز با فشار 6 روی 9 به این مرکز آورده شدن. البته با تزریق سرم یه مقدار حالشون بهتر شد. حال شما احتمالات رو بفرمایید و اقداماتی رو که باید مد نظر قرار بگیره بفرمایید. استاد به نظرم میتونه به دلیل کمبود دریافت مایعات هم باشه. مایعات کم؟ تو صرف صبحانه ایشون 11 تا آب پرتقال میل کردن. نه 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 13 14 تا شاید 15 تا خوردن. گوشه جانت، گوشه جان. خانم ستوده اون تیغ چیه دستتون؟ استاد گفتم شاید لازم باشه بخشی از بیمار رو برای آگاهی بیشتر بشکافی. وای 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 جان، من آقای رحیمی شما بفرمایید. استاد اطلاعات نورولوژی که ایشون باید مورد بررسی قرار بگیره، ممکنه احتمال سکته وجود داشته باشه. سکته؟ آقای محترم سکته چیه؟
آزمایشات ایشون نشون میده که فقط ایشون باردار هستن. بریم مریض بعدی. وای خود پسرم چی رو آوردم؟ تبریک میگم مادرم حامله است. واقعا؟ بزن کل قشنگه رو یلا. سوژه داره میاد. آماده باشید لطفا. آماده باشید کاملا. همه جو زیر نظر کاملا. خانم 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 چای 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 موقعیت امنه. همه گروه ها آماده باشن لطفا. ممکنه همین الان در حال جاگذاری بسته باشه. خیالتون راحت باشه، همه جا رو دقیقا زیر نظر دارم. آقای اکبری حواستون به دوربینا هست؟ آقای اکبری، آقای اکبری، با توجه به فعالیت های کلاسی آقای خادمی من تصمیم گرفتم که ایشون رو به عنوان نماینده کلاستون معرفی کنم. اجازه بدین، اجازه بدین. من می‌خواستم از شما دانشجوها تشکر کنم. همین سنبول خان گفتنتون چراغ راه من. آقای خادمی میتونن بیان بیرون؟ نمی‌بینید سر کلاسی؟ مشکلی پیش اومده؟ بله. پدرشون با جد و آبادشون همه با یه اتوبوس رفتن ته دره. بهم خبر دادن سری بیام دنبالشون. بابا بفرمایید. آقای خادمی بفرمایید. بفرمایید. بابا مسخره بچه‌ها، بیشتر از مغز تو کار میکنه. بابا چه بابام چی شده؟ بابا چی شده؟ تو ماموریت نابود کردی رفت. بابا خب گروه بندی پروژه بود. همین گروه بندی پروژه بود. الان یه زنگ میزنم به آقای دلاوری. نه نه دلاوری نه، دلاوری یه پروژه سمت دریچه. نه نگیا دلاوری نگیا. وای چی شده؟ سفارش رو کنسل کرد. حتما فهمیده تلس. میشه ببینم چی کار کنیم؟ به نظرم باید به طمع بندازیمش. چجوری؟ چی داری مینویسی؟ بده ببینم چی نوشتی؟ خوبه؟ چی نوشتی؟ الان این چیه نوشتی؟ الان اینکه بدتر شک میکنه. فهمیدم. وای خدا من چی کار کنم از بابا خودم درستش کنم. جواب داد. چگو؟ ببین خب بیر دیگه این هم عصبی میشی داد و بیداد میکنی تموم شد. قابلی نداشت. برای این پادشانه چه سری انگور میخوری پاتو بنده پایین. هنو داری میخوری؟ از صبح داله تشنه گوشه منه ول کردی رفتی بعد دو قرطون تم باقیه. گفت بخوری آبرو اونو بردی یارو. چی شد؟ یه ما افتاد اقعب تا بازرس جدید به تو. بازرسمون هوارم نمیدونی تا کجا رم. بازرسمون هوارم مزرسمون هواره آب روی این پیره مزرم نمیدونی تا کجا رفت. بله آقا بله. خدا یه ما بهت فرصت داده، برو زندگی تو جمع و جور کن که ثابت کنی میتونی رئیس اتحادیه باشی. چش ولی
اینم یادتون باشه این رای گیری ادامه پیدا میکرد خدا شده همه رایایی که دیگه تو کاسه بود مال من بود. حالا مثلا نصفش دیگه مال من بود. آقا دو تاش که دیگه ما دو تا بود. آقا من اصلا رای نداشتم بفرمایید چش من جمع میکنم زندگی. عزت مزید. عزت زیاد بر. باشه خدافظ سلام خوام بر چقدر این سیروسی خوش شانسه. پرسیدم گفتن همه رعیا بعدش تو کاسه مال من بوده. ببین من بودم اونجا جمع شد کارو و یعنی عمرن جمع شد. گفتم بخور دیگه. خب من خوردم دیگه تو نمیگفتی. اینا رو ولش کن. نمیخوردم. من تا آخر هفته ننه گوه رو برنگردونم. خب منو ببر قبرستون خاکم کنش. ببین اما من یه کاری دارم. من یه فکر خوبی دارم که نمیخوام آقا دوباره تو فکر نکن. میخوای دوباره یه گند دیگه بزنی ول کن دیگه. من گند بزنم خلیل به من اصلا میاد. رضا بلای سر ننه گوهر بیاد من گردنتو میشکونم. نه تو ننه گوهر من چیکار دارم؟ یه فکر کاملا مبتکرانه و خلاقانه دارم که فقط تو رو نجات بدم. خلیل باور کن. آره چرا نه. من چند بار تا حالا گفتم مرد حسابی تو باید خونه بادر نشاط بدی. بابا من خم شدم خدا. گریه نکن گریه نکن. من حواسم هست. من کیا دارم؟ تو منو داری؟ گریه نکن. تو منو داری خلی؟ نمی کنم. بگم یعنی یه کاری بکن. باشه من یه کاری من تو خلاف میکنم. من برم ماشین رو بردارم بیارم. خیالت راحت باشه. الو لیلا. نه بابات نه نصفه تموم شد بازرسه رو اومدن گرفتم بردم وسط میگم بازرسه رو اومدن وسط جلسه نه سر مهریه اومدن بردن خلیق جون منو ببخش میدونم روش خیلی دردناکی هم خب فقط این تنها راییه که بتونی ننگاه رو برگردیم تو هم تو انتخاب برنده بشی الهی با امید تو روشن کنیم الهی با امید تو آقا ماشین ماشین رضا چی شد؟ چیزی نشد؟ ندیدی اینو به این گندگی؟ با حواستو جمع کن دیگه حواستو گفتم بزنم بهت کلن گچه بگه ننه گوهر بیازه فرسته کن دیگه بیخیال دانشگاه بشه خوب بود دیگه این نقشه خوب بودم این نقشت بود؟ خاک تو سر من که تو به آخه پیشون خواب الان اگه میزنی من آقا الان بیا اون بیاد من مراقبت کنه من مگه زن ندارم تو رو سنش رایادت آخه این چه نقشه بی اینجا شما آخه تو عقدون کردن دید من مریضم خود خود برو سرت کنم خواستم کمکت کنم خب میمون خونه این رسا کن باشه برو من برو من برو من خوش بیاره کاکل پسر ایشالا ایشالا نه عوا کنه بشکونه سر ایشالا ایشالا خوش بیاره دختر ما ایشالا ایشالا افاده ای واه 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 ایشالا ایشالا دوغلو بشه عالیه مایه خوش عالیه دوغلو بشه عالیه مایه خوش عالیه دوغلو بشه عالیه مایه خوش عالیه خدایا میبینی چه دام بلدی بایی را انداخته بس من چی؟ من حرف ندارم برای من دامل دیبا را بندازم حق ندارم در خونه رو باز کنم یه دختر کوچولو با توی بیاد تو بغل من بگه ماما گر برا جا خوش اومدی واقعا من حق ندارم بلم کن لیلا بلش کن میزنم خودم له میکنم چه بی خود میکنی بابا جان تنبیه بدنی بچه رو خراب میکنی تو اگه بچه تربیت کردن بلد بودی اون بهرام حالشون نبود بلش طور بهرام بچه چشه بچه هم ها شبیه خلو چلاس زهر مار بزن لش کن بیا ببینم خبره چه خبر صدا تو سطح کچون برتر داره میره ریاضی گرفته چهار من این بدبختی رو به کی برم بگم این خنگی و اکی به ارسا بردی با اکی به ارسا بردی سوال داره این ازم به من چرا من نگاه میکنی؟ چرا نگاهی کنی؟ با
خب تنها آدم تحصیل کرده فوق دیپلم گرفته این خانواده منم دیگه، عاقلتونم که منم. چرا آره اینجوری رفتار آره عاقل ما تویی. با کیه؟ الان میگم. چیو میخوای بگی؟ داشت با ماشین منو زیر میکرد. آه نه اون که اگه نپریده بودم کنار الان مرده سر داشت میشه. قربونت برم. نه با من کنسل کنم وسط گاز دادن طبق اون نقشه که خانداداش منو میکنی زیر ماشین. نه من غلط میکنم. بیا بریم. کجا بریم؟ همینجا حرف بزنیم تو دور هم همین اینجا که نمیشه. بریم تو خلوت خودتون. بریم. خدا من معذرت من. بریم. باشه آروم باشه پسر. تو بیکار این دو تا رو میندازی به جونم. جاله بلش کن. همین دیگه خانواده نارامی مثل شما باعث افت تحصیلی ما نوجوانا میشه. بلون برف میزنی. ببخشید دکتر بهرام یه بار درستو بخون. من اون واقع با پدرم کار میکردم، نمره زیر 8 نداشتم، 4 داشتیم تو رحمانی ها. یه بار گفشو بوده بینم بایستاده. بیا بار درستو بخون بوده کچن. بیا مطمئنین دیگه برنمیگردین تهران دیگه، فرم انصراف و پاره پونن دیگه. آجا من باردارم. خب اینجا غریبم، اونجا همسایه با من میرسه. آره فقط نگران تو تو رو قچق نکنم ببرن دوبه. فرمانده جون عزیزم، نگاه ما ها به شما قول شرف میدیم که نذاریم این بچه رو قچق بسن. خیال شما راحت. خیال راحت. خیال راحت. خدا نگهد. بله میسر سوار شو، مواظب اسفندیار پدرم باش. اسفندیار چی؟ اسفندیار این چیه؟ من بابا میخوام بذارم روش. کلیچ. بله. قربان تو هم برم، وقت نمیشه بچه رو تنبیه کرد. بچه من ابهت داره. باشه. حالا بفرمایید. شاید تو ایران نظرت عوض شد بالا میذاره. فروخ جان. مراقبت شما زیاد بودم. خدا خدا فناستونت میرم، نگران نباش. آفرین. آفرین. نگران نباش. برید به سلام. خودت باش. در پناه خدا. حواست پیش خودت باش. خدا. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ. سلام. خدا حافظ. سر رفتم.